هشدار و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز بسیار شفاف، دقیق، واضح، جدی و واقعی بود. من به آمریکایی ها میخوام برای فهم بهتر و درک بهتر این پیام بزرگ به اونها اعلام کنم که فصل به دست آوردن برتری های سیاسی از طریق تهدید و ارعاب و حتی به کار بردن قدرت نظامی پایان یافته است. آمریکایی ها نباید پیروزی های نظامی گذشته خودشون رو بر ارتش های پوسیده که شبیه به مانورهای بدون دشمن یا شوهای نظامی بود با نتایج و پیامدهای درگیری با ایران عظیم اسلامی مقایسه کنند و دچار خطا در محاسبه و اشتباه در برآورد بشوند. من به عنوان یک فرمانده نظامی جنگ دیده که در دوران جوانی در جنگ بزرگ شدم و جنگ برایم پدیده واقعی و نه ذهنی است، به اونها هشدار میدم، به اونها عرض میکنم که ما بیش از آن که برای صلح و سازش و تعامل با اونها قدرت ساخته باشیم، برای جنگ‌های گسترده و طولانی مدت با امکان حقیقی پیروزی و غلبه بر اونها قدرت سازی کرده ایم. بنابراین آمریکایی‌ها این هشدارها رو جدی بگیرند. اگر اونها از ناوهای هواپیمابر خود به عنوان یک تکیه‌گاه و مبدأ قدرت استفاده می‌کنند، باید بدونند اونها منهدم خواهند شد. اگر از پایگاه‌های هوایی روی زمین استفاده می‌کنند، آنها به آتش کشیده خواهند شد. اگر هواپیماهای اونها می‌خوان در آسمان پرواز کنند، بدانند تمام طبقات و سقف‌های مختلف آسمان سراسر آتش خواهد شد. ما هشدار میدیم به خلبان‌های اونها که اولین پرواز آخرین پرواز خواهد بود. هیچ کس سالم باز نخواهد گشت و پروازهاشون رو به نام پرواز آخر نامگذاری کنند. ما بر اساس فرض خطرناکترین سناریو که به زبان لاتین اون برای فهم بهتر آمریکایی ها ورست کیس سناریو آماده شدیم. یعنی این برای ما یک مفهوم بسیار ساده است. ما از جنگ با آمریکایی ها استقبال می کنیم به دلیل اینکه معتقدیم آنجا میدان موفقیت ها و عرض اندام پتانسیل ها و ظرفیت های حقیقی قدرت ماست. اگر آمریکایی ها بلوف میزنند و عملیات روانی میکنند، باز ما با این قضیه جدی برخورد میکنیم و اگر واقعی سخن میگویند، ما آماده هستیم تا واقعیت ها را در میدان به رخ یکدیگر بکشیم. عرض میکنم که تیم هسته‌ای و مذاکره کننده ملت ایران که حامل یک امانت الهی هستند، یعنی بار عزت و کرامت و حیثیت و استقلال این ملت رو به دوش میکشند و نمایندگان واقعی این ملت هستند در عرصه نبرد دیپلماتیک، به اونها توصیه میکنیم با آرامش، با وقار، با اعتماد به نفس و با تکیه بر یک قدرت عظیم و بیپایانی که ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اندوخته‌اند، در مذاکرات حاضر بشوند و هیچ گونه مصالحه‌ای و یا توافقی که ذره‌ای خدشه به عزت ملت ایران، به آن باورهای اصیل ملت ایران میزند نداشته باشند. ما آمریکایی‌ها را در ماجرای مکفارلین سال 65 آزمودیم. اگر نیاز عامل مذاکره ما می بود، سال 61 ما که در اوج نبرد نابرابر با عراق و متحدین جهانی او از جمله آمریکا و شوروی و اروپایی ها و عرب متحد اونها بود، آن وقت آن مکفارلینی که با پاسپورت جعلی به فرودگاه مهرآباد آمد برای مذاکره، ما در آن شرایط او را اخراج نمی کردیم و مذاکره می کردیم. بنابراین ملت ایران ملت کار آزموده است، جنگ دیده است. ملت آزموده را آزمودن مجدد خطاست. من توصیم به تیم هسته‌ایمون این هست که اگر آمریکایی ها مجدداً با ادبیات ارعاب یا تهدید یا تحقیر در مذاکرات به دنبال برتری طلبی سیاسی هستند، میدان مذاکرات رو ترک کنند، این قضیه رو به ما بسپارند تا ما در فضای تهدید با اونها تعیین تکلیف کنیم و کار رو ادامه بدیم. آمریکایی‌ها دارای یک اشتباه هستند. اونها در منطق سیاسی وقتی کم میآورند و نمیتوانند در فضای منطق سیاست‌های خودش رو تحمیل کنند، از اعمال قدرت نظامی یا تهدید به کاربرد آن استفاده میکنند. تفاوت ما با اونها در این است که اونها منطقشون از زبان گلوله و لوله تفنگ خارج می شود، در حالی که ما گلوله هایمان از زبان منطق جاری می شود. اگر ما اونها را تهدید نمی کنیم، به این دلیل نیست که قدرتمند نیستیم، به این دلیل است که ما معتقدیم در فضای تعاملات دیپلماتیک و سیاسی باید اجازه بدهیم سیاست مسیر خود رو طی کند.